ببین تا آنتن میده سریع بچسب حرفتو بزن. ها؟ بابا من نمیدونم امشب دومادی منه یا تو. از صبح تا حالا 100 دفعه بردی منو کارباشو آوردی ولکنم هم نیستی. خب از چیه؟ 1,000,000 تو ببین اینجا اصلا پول نیست. یکم سایه های این ور بیشتر کار کنید. به نظرت خوب نشده شیما؟ بابا ما عجب غلطی کردیم ها. اومدیم این ماشینمون رو با این درشکت عوض کنیم که بیچاره موندت بره بالا. حالا تو هی بیا واسه ما زیر رو بکش. بس کنید دریوری ها رو. بگو اینم مهمون ها چی شدن؟ جون فرا از ما بهترونم. ای جان حالا شد خیلی خوشگل شدی الهی من قربونت برم. من که به این قنزاده ایکبری گفتم تمام فامیلام خارجن. آره خارج میزنن. نه بابا فکر کردی بله برون مادر بزرگته؟ باور کن اینو کله پزی وا کردن. ساعت 9 رفته زیر جراحی پلاستیک، الان ساعت 11 است. تا 1 تمام بشه باور کن من سور میدم. سلام منو به اعضای محترم ستون پنجم کانون خانواده برسون. امشب الان که ما به حال نیستیم ولی بگو کله پاچه رو بار بذارن. صبح نشده من پیشتون تلفم. یا حضرت فیل برای سودما اومد در ما کن. خودت آرزو تو جل میکنم میکشم این مهرون سر من همون میاری. تخمه ترکه صدر قزل باش نیستین اگه یکی از این دست سالم بیرون بیاد. چشم اومد بیرون من میدونم شما. چشم بریم ببینم. خبرتونه شده میدون 50 کیلوش پایین تر داره. اومدم یه شعبه هم اینجا باز کنم. کورت میکنم ریز میبینمت. چه خبرت شعبون بیمخ؟ اگه دست به دختر من بزنی ها اینجا رو رو سرت خراب میکنم. فهمیدی؟ چی میخوای؟ من چی میخوام؟ تو از جون شوهر من چی میخوای؟ عوضی شوهر توی دیگه کدوم سگیه تانکه؟ هورا همون سگیه که روزا برای تو پارس میکنه شبا برای من دم تکون میده. یا دور زندگی بهروز منو خط میکشی یا من دور زندگیت خط میکشم. بهروز؟ آره بهروز. منو میزنی؟ Come on!
چیه؟ کپک دیجیتال میکنه میخندی؟ گندش در من؟ ببین الان که بوش تهرون برداره تا مهمونات جای من کتک نخوردن و فقط برو بهشون زنگ بزن بدو. ببینم تو فکر میگوی من آبرومو تو قرعه کشی بردم؟ چی بهشون بگم؟ چه میدونم یه چیزی بهشون بگو دیگه، بگو که بابای عروس از خوشحالی سکته کرده، عروسی تو سی سی او برگزار میشه، فقط یه چیزی بگو دیگه ناله. در ضمن ساکتم ببر. ساک دیگه برای چی؟ میخوام ببرمت ماه عسل بجام. جواب این فک و فامیل هر رافو چی بدن؟ این یه چیز دیگه بعد از بابا یاد بگیری. فامیلی که سر مرگو میرو موقعی بزن و بکو پیداشون میشه، ترم نباید واسه شون خورد کنی. فکر میکنی دهن فامیل مثل دهن کلفته که با یه مش لباس و چندرغاز پول بشه بست؟ شیما شماره خونه رو بگی ببینم. بدبختیم که یکی دوتا نیست. جواب بابا تو چی بدم؟ وای بس میکنیم یا نه؟ این مشکل منه، بذاری خودم حلش کنم. حالا دیگه مشکل همه مونه سیما جون. بس بذاری من مهروز رو پیداش کنم. اصلا از کجا معلوم اون زنی که دیوونه راست گفته باشه؟ مامان تو رو خدا بذار برم پیداش کنم. تو عاشق شدی یا خر شدی؟ بگی مامان جون تا خر نباشی عاشق نمیشی. تو یکی دیگه حرف نزن، گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بو میدی. مردای امروزی سایام نیستن تا چه برسه به گوشت. این که وصل نشده که. چش بازاره در آورده نگاه کن. من نفهمیدم این کلاغ یا کفته. از بالای شیراز میاد شازده دومار خوش به حالت عروسه. بگم بری پشت میکروفون رسمن آبروی دوماد رو پارکت کنی، به جون تو از این خیلی بهتر. به مواد قسم شانس آورد بچه شامپانزه پیدا نکردم. حشمت اینجا رو نگاه کن، خوشگل شو. بابا از این کفتره که بهتره که. بی خود نیست که بعد از فوت زنه 10 ساله که بیوه موندی. 20 سالیه. الو بفرمایید. الو الو نصرت. شمسی جان اونجا چه خبری؟ همه چیز حاضره جز من و حشمت. چی؟ نمیشنوم. شمسی جان من کی باید سیما را تو لباس عروسی ببینم؟ دلم آب شد. نصرت به روزن داری. الو الو چرا گریه میکنی؟ دختر موسیا بخش این بیشرف عیال باره. نصرت هوشی یا بیهوش با تو هم؟ چرا هیچی نمیگی؟ شمسی خانم چیز مهمی نیست، فقط لالمونی گرفته. میگم تا گندش در نیومده بیان یه فکر بکنیم، وگرنه دست میره. رفت. چی؟ دست. الو سکته کردی؟ نوسته الو بیدار شو، الان چه وقت مردن مرد حسابی؟ بلند شو بینم. های بلند شو، خالی بود تو. خوبه میگم برو اونجا صندلی داماد بشین، شاید حال خوب بشه. بشین آقا جون بشین. خیلی خوب. تا آبروم این مخارج عروسی به باد نرفته خیلی خوب. باید مثل گربه رو گندمون خاک بریزی. ده چرا انقدر لفتش میدی؟ مگه میخوای چک پول نخ کنی؟ بابا بگو ببینم تو مغزت چی میگذره؟ اجمت جون
جونم من امشب وزم مثل بازی ایران و استرالیا حیثیتیه. فامیلام هم نقش تیم ملی عربستان سعودی رو دارم. وای 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 تو اگه بتونی رول خداداد عزیزی رو بازی کنی، اولم گل دومو بزنی، جون تو پول میدم ماتو بکاری. دلام اصاب چرا معتدی؟ من الان تو 18 وایستادم، پاس بده بزنم تو گل دیگه، زود باش. من یه دوماد میخوام برای امشب پیداش کنم. چی؟ واسه امشب یه دوماد میخوام؟ آره. چی؟ ببین استاد جون تو یه دقیقه اینجا بشین، من برم ببینم بقالی سر کوچه داره بگیرم بیام، یه دونه کافیه دیگه. ها حالا چه وقت مسخره بازیه خروش بیمحل. نصرت جون اگه بخوای کچلواره دومادی بخری یا چهار پنج روز علافشی، چه برسه به خود دوماد؟ باز اگه میگفتی عروس یه چیزی، ده تاشو باست اینجا جونتو ردیف میکردم، ولی این روزا کسی سواری نمیده جونتو. بابا دوماد کجا پیدا میشه؟ فلان کن یه قرار پیاده شد جونتو. تو اگه بخوای دوماد که سهله، حتی میتونی برای من شوهرم پیدا کنی. من بله نوکرتم. آخه بابا من مباشرم، هندونه فروش که نیستم، اینقدر هندونه نزد زیر بغلم. من برای امشب 10 میلیون میدم. ببین 100 میلیونم که ببین تو جدی جدی میخوا واسه یه شب 10 میلیون تو من پول بدی؟ آره کمه. یعنی تو این شهر یه جوون پیدا نمیشه که امشب نقش شوهر سیما رو بازی بکنه، 10 میلیون تومن بگیره، فردا با اون 10 میلیون تومن راساسکی واسه خودش زن بگیره. ها نوست جون من یه نگاهی بنداز، من واسه دومد امشب چجوریم؟ پدر بزرگ نخواستم، من یه دومد میخوام که زن بگیره. مسخره زن بگیره؟ اسم دوماد سلمازه؟ آره آره آره. نه 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 دوماد پیداش کردم نوستر، پیداش کردم. پیداش کردی؟ آره. ولی اگه فامیلات بفهمن که دوماد قلابیه چی؟ لابد کاسوگوزا سر من دوماد رو بدبخت میشکنه دیگه، درسته؟ نه ما اون کلاورده رو به هیچ یک از فک و فامیلامون نشون ندادیم. حالا دوماد کی هست؟ میدونین چیزه، یعنی میدونین چجوری بگم، شما نمیشناسیش، بچه شهرستانه، همچی یه خورده بفهمی نفهمی دانشجوه، یعنی ترک تحصیل کرده، خرج چند تا ایل و تبار قبیله رو میده. خب بگو رابین هوده دیگه. ببینم حشمت، این دوماد عروس تعریفی از آب در نیده دفعه؟ نه. قیافش چی برو رو داره؟ قیافش با یه خورده ارفاق. آه اینه اون نیکول کیدمن. آره. نیکول کیدمن که زن مرد حسابی. ببینم پس این یارو چیسی؟ آلپاچینو چی؟ هنوز مردی یا زنه؟ ها؟ جون بکن حرفتو بزن، مرده. منظور نظرم اینه که آلپاچینو بلوش کم بیاره. بجون بجون که وقت نداریم. فکر نمی کنم که فروشگاه ماچ پاچ قبول کنن و می کنن. از هر کی قبول بکنن، از تو یکی قبول نمی کنن. از شما درد نکنه خدا بر. بدون آها آها تو دو تا خانواده رو سر سامون داری نوکر تمام. زود باش بجام، ساعت 1 بعد از ظهر شد هشمت. خب من دلم میخواد که سر ساعت 4 بله داماد مثل شاخ شمشاد جلوم حاضر و آماده باشه. شاخ شمشاد سر 2 اینجاست. بجام تنفسم. نه نه 4 اینجاست. بودو چشم من رفتم، من رفته داشته باش. آه من نیستم رفت. تو برو دیگه. میگن کریم ذاتی اثر و زبون نداره، ولی او بچه شهریه دلش به دست میاره. آه پول پیزا میارو، سید سموسه میارو، ایو مهندس میگیرم. آه که عشق حلیمه جادوی روزگاه. آسو نزایی پیدا شد؟ نمیفهمی آقام خوابه؟ تو دیروز به من نگفتی رفتم آموزشگاه کنکور ثبت نام کردم. من گفتم، من غلط کردم، به گروه بابام خندیدم. چرا ثبت نام نکردی؟ چیه باز تریپ مارپل برداشتی؟ نکنه امسال هم میخوای مثل 4 سال قبل رد بشی عروسی رو عقب بندازی؟ ببخشید خانم مادام کوری، شب بود دیپلمتون رو ندیدین. جناب عالی دنبال شوهر مهندس لهله میزنه، این بنده بعد برم کنکور بدم شهریه‌شو بدم؟ اصلا من اگه شوهر مهندس نخوام کیو بعد ببینم؟ ها معلومه شوهره. پس تو کی هستی؟ من زنتم دیگه. لطیفه بله. بیا برو کوپوناتو بیار، میخوام برم خرید. زنمو چرا جلوی اینو نمیگیرین؟ من موندم اما هشمت چرا اسم اینو گوشه لطیفه؟ خدا وکیلی اگه جوک میزاش بهتر نبود.
سیدی ها رو چه میریزی به هم؟ چه چوک پول اینا رو دادم؟ کیه؟ چی میخوای؟ منم سرماز خانم، حشمت خانت. ای وای، ببخشید حشمت خانم، من فکر کردم گداست. اتفاقا درست فکر کردی، منم گدام، منتها گدای عشق. اومدم از همسر آیندم محبت گدایی کنم. بده در روح خدا. باز اومدی وعده بعید بدی؟ اتفاقا این دفعه اومدم وعده سعید بدم. سکن جیبی، بیا پایین، بیا پایین. سر خرمن؟ سر خرمن محصلمونه خانم، بیا پایین. بیا پایین، هم واسهت کادو خریدم، هم خبرهای خوش واسهت دارم. کادو؟ واسه حشمت خانم الان میام. کجایی؟ نه تو شوهر مهندس لازم نداری، سیمکش لازمی، قاطی کردی. میدونی خوراکت که همین عزت رد و برق، این خودت مخش پوکه. ده دفعه تاله برق سفاز گرفتتش، بدیم همچون یکی سیمیتم قطع کنه، یه سیم کارت بذاره جاش، راحت بشه با تو حرف زد. اینجوری انسرینگ نیستی، جواب نمیدی، نو ریسپانسی. سلام. سلام عروس خانم، داری مهمونی تشریف میاریم؟ تقصیر منه که به تو احترام گذاشتم. اینا مال منه؟ اینا که قابلی نداره خانم، البته اون عطره یه خورده بیشتر از بقیه آب خورد، ولی خب واسهتون خریدمش. دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ میگم حشمت خان چه خبر؟ خبر خانم، خبرهای خوش، خبرهای خوش. چی؟ تا دو سه روزی دیگه امیر و لطیفه میرن عروسی میکنن و یه رو بعدش هم ما دو تا تو محضر داری داری را. دست شما درد نکنه، مگه داری قولنامه مینویسی؟ محضر؟ چرا دلخور میشه عروس خانم؟ پول عروسی رو ور میداریم میریم خارج؟ از شهر اوشون پشنی جایی محصر، پول که قابل شما رو نداره. من دنیا مال شماست، سکن جبین. ببخشید حشمت خان، مگه شما به جز این خونه چیز دیگه هم داشتین؟ ما خبر نداشتیم. والا ترست امیز که لطیفه اومده کادوها تو بگیره، بزن به چار. چی شده همو؟ وایستا بابا امیر خودمونه. بینم اگه باد کرده بگم یه تیکی یخ برات بندازم پایین. میگم که جلوبندیمون کلن ریخ پایین دیگه. نه نه بابا، برم عشقه با کینی. آره امیر، امیر بپر شناسنامه تو برد و بیا، بیا دم سوپری، فقط لطیفه بو نبر و بچم اومدی. چه خبر همو؟ خبر خوش، خبر خوش. ببین افتاد تو نکرده 10 میلیون کاسه دی. 10 میلیون تومن بچم دیگه، واسه من نگام کنه. 10 میلیون تومن؟ آره آره. نو چرا همو همین الان اومدم. از 30 میلیون شروع میکنیم، رو 20 میلیون یک کلام وامیستی. وامیستی ها؟ خیالت تخم و جون. عمو ممو هم تو کار نیست، من دیگه عموی تو نیستم، من رفیقه بابای خدا بیامرزته. خب تو هم ناسلامتی داری کار میکنی، مثلا خرج چند تا خانواده میدی؟ گرفتی که؟ گرفتم. بینم عمو. باز گفت عمو، باز گفت عمو. خیلی خب بابا، رفیق بابای خدا بیامرزم، داریم میریم کلاهبرداری. کلاهبرداری چه پسر؟ این قندی زاده اگه بفهمه تو بچه برادر منی، اصلا یک قرون پول نمیده، یعنی مالیده. سب کن اینا چیه؟ پیشت با چیه؟ تقلبیه؟ یکی تقلبیه، معلومه ما رو خیلی قبول داری ها. اینا پوله پسر جان، تو تا حالا پول درشت ندیدی؟ اینا پول دک پوز امشبته، شاد اومد. میگم این رفقت یا دیوونه است یا خیلی زبله. نه با بیچاره بدجوری گرفتاره، یعنی پای آبروش در میونه. فکر کن شب عروسی دختر من داماد فراری بشه، من چیکار میکنم؟ بیچی سه سود ادعای خسارت میکنی، بیچارهش میکنی. دست شما درد نکنه، اصلا ول کن این حرفا رو. من در معیت جناب عالی میریم از جوراب آدمیزاد گرفته تا شیر مرغ سوخاری، هر چی دلت خواست میخریم. هفته دیدم که عروسی خودت و لطیفه است همش به درد میخوره. خب فقط دلم واسه این لطیفه خیلی میسوزه ایونه، که جلوتو کم نیاره خیلی خوب. اون یه دقیقه این بغل مغلا نگم داری؟ چی شده؟ دلم آشوبه، حالم خرابه. آها فهمیدم، ذوق زده شدی.
بیا اونجا. این چیه؟ ببینم اون من اصلا توی مایه ها نیستم. چه جوری باید بگم؟ من اصلا آمادگی ازدواج با لطیفه رو ندارم بابا. بابا وایسا ببینم. امیر یه دقیقه وایسا. بابا این پرت پلاها چیه میگی؟ من دارم نون میذارم تو سفره. وقت تو داری پنبه من و لطیفه رو میزنی درسته؟ اما جون ارزش نداره. پول خون منه. آقا سوپر استارش هم واسه یه شب اینقدر پول نمیگیره. سوپر استارش میره بازی میکنه. تو میخوای منو بازی بدی عمو؟ بازی کدومه پسر جان؟ من تو رو مثل لطیفه دوست دارم. واقعا دارم. سیاهمون نکنم. هنوز تا شب عید خیلی مونده. بله. مردم دیگه پاپا نوئلی شدن. کسی حاجی فیروز نگاه نمیکنه. ببینم این لطیفه چشه؟ نه چشه. بگو من بفهمیم دیگه چشه. چشه؟ آها. از سولماس خانم بپرس که شرطش ازدواج لطیفه است. پس تو هم میدونی. راستش من شنیده بودم که عقل دخترم و پسرم و تو آسمونای من داره. گفتم یه حالی بدم یه حولی بگیرم. همین جونه تو. نه عمو جون عقل ما رو تو جهنم بسن نه تو آسمون. به جون عمو روزگار من آفریقا سیاه کرده. دیگه دارم قاطی میکنم از دستش. بابا این دختره روانیه تو. بله روانیه ما رو روانی کرده دیگه. نه روانیه تو این ازدواج کنه خوب میشه. این مغزش میاد سر جاش. ما نمیدونم کی تاله اسم تیمارستان روانی شده خونه شوهر. باشه عمو جون فعلا بریم پوله رو کاذب شین. بعد میریم مفصلن راجع به لطیفه حرف میزنیم. قبوله؟ حرف میزنیم. اصابی میخوشم از تو سه دیگه بلشون کن پرسیشون آخه این چه آب رو ریزی بود که سر من در آوردی؟ اوه اشتباه کردم بلشون کن. چند دفعه گفتم که این مرز که لقمه ما نیست. نگفتم؟ نگفتم؟ چرا گفتی؟ یه شبوره دست برده. چرا گفتم که دنیا رو از پشت عینک جیگولی های آفتابی دید نداریم؟ چقدر گفتم خریت هنوز مد نشده دنبال لباسش نگردیم؟ نگفتم؟ گفتم یا؟ چرا گفتی؟ گفتی من این بسته دیگه یه کاری دست خودت میدی؟ شمسی جان مگه کوپن ماست نیدم کردن که داری ماست مالیش میکنی؟ یعنی تو رو فکر کردی که آبروی من کیسه زباره است که هر شب بزنش بیرون هر سگ و گربه بهش چنگ بزنه و تیکه پارش بکنه ها؟ میخوشم ایم شب و بس کن یه شب و بس میخوری از نکن اتفاقا من امشب میخوام ببینم خریت چه مزایی داره که اینا آبرمان شش ماهه گرفتن هی به پک و پرگوی من جفتک میندازم. ببین اگه بگن غلط کردی ول میکنی؟ خه نخه من یکی غلط کردم. روزفرد بل کن آرشگرم خیلیت اومدن پشتت دارم. بل نکرم چشمان دوشه یلا نگاهشون کن تو رو خدا از اون بهروز هیولا نترسیدن حالا از باباشون میترسن. عجب دنیاییه. توران؟ بله آقا. تو سرب بلدی ببزین؟ سرب؟ نه آقا. مگه سرب پختنی؟ آره من بلدم ببزم. تو اگه فکت لغ بزنه با این بر اون بر وراجی کنی من میپزم تو هم میخوری. نه آقا خیالتون راحت باشه من اصلا از این وراجی ها خوشم نمیاد. حالی چه؟ بله باشه رو داره با چشم. بابا سلامت که توران خانم هم میشه گی احوالش. سلام علیکم. احوالش مخوا توران خانم. ای با خدا مردم بده چه شده؟ ببخشید 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 ببندنم چشم. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. کوچیک شما امیر جان بفرمین تو راحت باش. من تو خودتونه بفرم بایزت بفرم راحت کوچیک شما میگم مثل که جمال دوماد شمارم گرفته درسته؟ ببینم اینو از دفترچه مد بیرون کشید یا پولای من اینجورش کرده. اگه اینجوری بودی قربان شما باید ملی مونرو باشید که ملی مونرو که زن مرد حسابی.
سلام. سلام از شما. نصرت، این پسره را از کجا پیدا کردی؟ قابل شما نداره خانم. مگه داری کاسه بشقاب میبخشی مرد حسابی؟ کاشکی همچین جوونی نصیب دختر من میشد. کاشکی در نره شمسی جان. این آقا داماد کرایه‌ایه، همینطور هم داره کنتور میندازه. کرایه‌ایه؟ وا والا والا. اسمش چیه عشمت خان؟ امیر خانم، امیر. چقدر اسمش بهش میاد؟ اگه دختر بیچاره منم هم یه همچین امیری داشت به این روز نمیاد. یادم باشه پول لباسات حساب بکنم. آقا ما هرچی داریم از شماست والا. آقا میگم راضی هستین که؟ بد نیست، پسر خوبیه. بله، فقط آقا یه خورده همچین بفهمی نفهمی یه ذره ترسوه. یه خورده هم التماس دعا داره. التماس دعا داره یک کیسه دخته. نصر خانه سالا گفته باشه من این وسط مرد و شورم. یعنی قرار من رو بشود. او خدا نکنه این حرف ها چیه؟ راستش این پسره چجور بگم آقا؟ این پسره بچه بدیه. 30 میلیون پول میخواد. 30 میلیون؟ آقا این روزا پول نیستی تو من. نخوان خیال کرده قرار با من عروسی بکنه. صداشون بیاد ببینم. میگم آقا این روزا یعنی خشونت مصلحت نیست. آقا شما با 20 میلیون تمومش کن خیرشو ببینی. فعلا ریش قیچی دست اینه آقا. قیچی کدومه مرد حسابی؟ این یه تیغ دباغی برداشته میخواد از بی خوبان پوست بکنه. صداش کن بیا تا خودم یخشو نگرفتم. چشم. سیزده بزن آده باش به تو بگوشونه میخوار خود آقا امیر خان اینجاست. منم گوشم اینجاست. امیر خان آقای قندیزاده خیلی ناراحتن. باسی؟ میگن 30 میلیون برای چی؟ مگه نوبرش آوردی؟ معلومه که نوبرش آوردم. بیا آقای مهندس، مگه در روز چند بار همچین تریپی پیش میاد؟ بعدش هم که ما خیلی تا الان آقایی کردیم، هیچ چیز شما نپرسیدیم. فردا یه قوزی بالا قوزی بشه، کی میخواد جواب بده؟ مثلا چه قوزی بره بالای قوزه دیگه؟ چه میدونم والله، فردا که مدعی شه که آقا نامزد ما رو برشی ال کردی ول کردی، بعدش هم شکایت کنه آجام بیاره در خونه ما، شما میخواد جواب بدی یا من؟ بله، البته خودت جواب شو میدی، چون اگه خربزه میخوره چی؟ پای لرزش هم میشینه. دم شما گرم. پس بذارید ما خربزمون رو میخوریم، خودمون هم با لرزش میشینیم. بله. من 10 میلیون بیشتر نمیدم. آقا حشمت رو ببرین سر صفحه عقل، ایشون هم این ما مجرده. دست درد نکنم حشمت. گلاب به روتون بیادبی نباشه، من بابت حشمت 500 تومن هم نمیدم. دست شما درد نکنه، امری باشه آقا. آقا بالاخره ما چی کاریم؟ آقا چی کار از ایشون؟ آخرش 15 میلیون. رخچن کجاست تو؟ من با این آقا معاملم نمیشه، بده اونو کجا برو. نشونش بده، ببر نشونش بده. چهت دوم چی میشه؟ آقا دوم اگه مثل اولی نباشه گوش میکنم. آقا میدونی چیه؟ این به ما پولدارا اعتماد نداره، میترسه فردا توی دردسر بیفته. میگه یه سیغنامه معتبر بنویسیم، شما هم یه امضای خوشگل بندازی زیرش که اگه یه موقعی مثلا اتفاقی افتاد شما جواب گو باشیم. خدایش بیرد نمیگه. خوب بلدی،
نکنه تو هم زن داری؟ داری؟ نه آقا این زن منش کجا بود؟ از قیافش پیداست. نمینه یه بشکه بزن خودش حرف بزنه. ما اگه زن داشتیم پامونو اینجا نمیذاشتیم. از نظر ما خدا یکی زن یکی. باریکلا باریکلا نشمت. بله تا من به دوماد حالی میکنم که بعد از عروسی چی کار باید بکنه. بله تو برو به گواهی بنویسه. چشم همیشه شناسته منه بده باطلش کنم جمعه تو. خدا بیامرزده. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. امیرم خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بازی کی تموم میشه؟ والا حالا که عباس شانسی تو سیندرلا قصه مایی یه نیم ساعت سرو بی دندونریزگه بذار همش دود میشه میره هوا. بعد اگه خواستی میتونی با لنگکش دنبالمون بگردی، اگرم نخواستی میتونی با لنگکش دنبالمون بکنی. ببین ممکنه با لنگکش دنبالت کنم بعدش هم یکی بزنم تو سرت، ولی مطمئنم باش دنبالت نمیگردم. دست شما درد نکنه، البته قیافتون تابیل این تریپیال میکنین. ببین تا
تو به عشق اعتقاد داری؟ چی شو؟ مثل که اینا جدی جدی نمیخوام برن خونه شون. والا این فامیلی که ما از شما میبینیم حالا حالا ولکن نیستن. محکم بشین. خوب پیچوندم این فک فامیل تو. این 206 ها ماشالله خوب میره. پرسیا. اه؟ آره. آه. ببین تو تشنت نی؟ نه. ولی من تشنمه. میشه یه لیمو آب می ببرم بگیری؟ نوکرت هم هستم، چی میخوای؟ یه چیزی که حسابی مزاجم رو عوض کنه، مثل آب انار، همچین ترش ترش. آب زرش خوبه؟ اگه داشته باشه که خیلی خوبه. میخرم برا. اصلاحی برم بزن زنگو. سلام علیکم. سلام. خسته نباشی. سلام عرض باشیم. به عجب نوره مشتی قابل نداره. چکرتی چی میخوادی شادو مان؟ زرش کوچیک یا بزرگ؟ عجب پسر خوشخط و خالی بود. کی امی؟ این پسر از بچگی زیر دست خود من بزرگ شده، اگه جونش بده قول و قرارش نمیره. شمسی خانم ببینم به امیر میاد کلاهبردار باشه. من تمام مدت تو عروسی فکر میکردم کاش خدا یه همچین دامادی نصیب میکرد. بفرم ماما. شما مادرت چه شد یه دفعه؟ نمیدونم. آهان مثل اینکه دلش گرفته. من برم پیشش ببینم چه شد. میگم تو هم مثل اینکه حالت زیاد خوش نیست نه؟ یه ریگی یا تو کفش این پسر امیره یا تو کفش اینا. ببین این وصله ها به برادرزاده من چی؟ منظورم این که نمیچسبه. تو با این پاراجوره که تو کفشته چجوری را میری؟ حق باز تو که بلد نیستی چرا ادای این مردی که مارپل رو در میاری؟ مردی که خود چی؟ مارپل هم زن بود. اه این هم زن از آب در اومن؟ بکه واقعا اون پسر برادرزادت باشه من امشب بلای سرت میارم تا دیگه مردا رو با زنا عوضی نگیری. حق باز جونتو من عوضی نگرفتم. من فقط اشکالم اینه که همه رو به چشم برادری نگاه میکنم. جونتو تیر بارونت میکنم. توفنگ توفنگ من شمسی توفنگ من تو کردین. سب کن ببینم پس سیما کجاست؟ والا ما اومدیم از شما بپرسیم. چی شده امیر جون؟ عروس خانم کجاست؟ بی خیالمو ما دلمون به تو خوش بود. تو هم که ویروسی از آب در اومدی. ویروسی که رو چند امیر جون میگم امانت مردم کجاست؟ امانت مردم ما رو پیچون ما رو فرستاد دنبال نخود سیاه. خودشم فرار کرد. فرار کرد؟ بله. آقا پسر من خودم 30-40 ساله که تو بورس زغال فروشا کت خدا هستم. حالا شما میخوای منو سیاه بکنی؟ تا اون روی سگم بالا نیومده داغ اون پولو به جگرت نذاشتم بگو ببینم دختر من کجاست. ببین آقای مهندس شما مثل که ما رو با سیب زمینی پشنده اشتباه گرفتی. بفرما این چکت. ببین
من بچه جردن جنوبی ام. رگ دارم به این کلوفتی. بی خود باسمازی قپیا نیان. ما اومدیم آبرو جناب علی رو بخریم. نیومدیم آبرو خودمون رو بفروشیم که. آخه الان چه وقت رجزخونیه؟ یه کاری بکنین. مامان حرف بزن دیگه. میخوای سیما بیفته گوشه ای زندون؟ شمشی جان. چی شده؟ چرا ساکتی؟ سیما کجاست؟ من از اون قول گرفتم تا وقتی عروسی تموم نشده نذاره بره عروسی رو به هم بریزه. اونم از من قول گرفت وقتی عروسی تموم شد بره اونجا و حساب اون مرتیکه رو برسه. من چرا دونستم تفنگ همراه خودش میبره؟ مثل اینکه دیریب جناییه. نفهمیدم این مرتیکه بهروز تو ویلای من چه غلطی میکنه؟ دختر من رفته آدم بکشه، ویلای من پاتوق این مرتیکه الدنگ شده. حالا شما شمسی خانم اینجا ساکت اینجا نشستی هیچی به من نمیگی؟ آقا میگم تا دیر نشده یه کاری میکنیم اتفاق بدی میفته. گفته باشم یه ماشین بدی به من. یه ماشین بهش بدین. امین چیکار میخوای بکنی؟ آقا من دنبال زنم دیگه. مرسی، پس من میرم سویچو بیارم. راست میگه زنش دیگه. یه سیگار بده. آمدی جانم به قربانت. ولی حالا چه؟ بیا بشین اینجا خودت گرم. نمیدونم تو خوابی یا من خوابم. بهت گفتم فقط یه سیگار بده. بله 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 بفرمایید. چرا همچین میکنی؟ اینه بگیر اون بر بابا. تو خجالت نمیکشی با این سن و سال به زن مردم اینجوری نگاه میکنی؟ بزنم اون چشو در کاسه در بیارم؟ به خدا فکر میکردم درم خواب میبینم. آخه تو با این سن و سال بعد از این خوابا ببینی؟ راست میگه شما، سیب زمینی زیاد خوردم، فکر کردم از اون باش. بشین یه چایی برات بریز. او نه بابا. برو بابا، همین کاره رو کرده که هنوز هیچ خبری نشده، طرف در رفته. سلام باشی پدر جون. سلام، سلامت باشید. چای مایی حاضره؟ بله، چایی هم دارم. یه چایی واسه ما میریزی؟ یه آدامس هم به اون بده. چیه شنگولی؟ یه چیزی از تو بپرسم، زغال تو چشم من نمی کنی؟ به کسی زغال چشت کرده؟ اهم به مرگ تو، یه عروسه داشت کورم میکرد. از اینجا رفت؟ از اینجا رفت، 20 دقیقه پیش. نوکرتم پدر جون، بیا. دست درد نکنه پدر جون. دست شما درد نکنه.
برو بابا، شما دو تا فقط به درد هم دیگر میخوری. ای جوانی، کجایی که یادت بخیر؟ برو بابا، تو خودتم جوانی چی بودی من؟ شما دوتا کاری ندارم، بریم به کسافت کاریتون برسی. من 400 کیلومتر نیومدم تا تو به من بگی چیکار کنم. گم شو، برو بیرون بیرون. شما دوتا چرا گورتون رو گم نمی کنین؟ برید دیگه. از این به بعد طرف جویی میکنم. میرین یا نه؟ حالا بیبریم یه چتی بزنیم با هم. توی راه چت هم میزنیم. ببین سیما، من حقیقتش ترسیده بودم. من میخواستم بهت بگم. دروغگو همیشه دروغ میگن. تو یکی هم خواهی لکرم را بیافت. حالا کجا میخواییم بریم؟ خودم رو نمیدونم، اما تو میری جهنم. شاید هم برم دیتو بدم به زنت، خودم هم برگشتم سر خونه زندگی. بچه نشو سیما، قتل که دیه نداره، قصاص داره، میکشنه تا میارسه. رابیافت ببین، یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. ببین راستش من ترسیده بودم از دستم بری. خودتو بذار جای من. وقتی یکی رو دوستش داری، عاشقشی، واسش میمیری، چطوری حاضر میشی که از دست بدیش؟ ای زهر مار، ای کوف، ای هرناق. بابا بخوام من به یه عجوزه بگم تو مردی؟ اینجوری که نمیشه که. دیدی چی شده؟ آخ این بدبخت گلوله خورده. تو وایسه ده نگاش میکنی؟ چی کار کنم، زخم میبینم حالا بد میشه. ای وای، تو بگیم میگی زخم؟ خیلی سوپرمن شدی. پاش ببینم، برو تو همون جعبه کمک های اولیه رو برده ببینم. بودو مرتی خر. بمیرم. سهیل، تو جنگم رفتی؟ نه، ولی فامیلا اون رفتن. پس همینی که اینقدر شجاعی. باریکلا. آروم حیوان، راه میره. ببین به دوا درمون این برس، تو هم برم اونجا. بابا جون، تو خودت اینجوری میخوای؟ به هر حال تو دعوا حلوا خیر نمیکنن. در ضمن پول خونه سهیل رو که میده؟ بابات؟
اگه اون سر دنیا هم بری تا تو هم پیش اون رفیق عوضی تر از خودت نفرستم ولت نمی کنم. بی چشم رو. بابا ما اینجا سخنرانی نداریم که، انجمن که نیست هی واسه دست بزنه هورا بکشن که. ببین تو را بیشتر نداری، یا اینکه به بابات زنگ میزنی که خرج کفن و دفن سهیل واسه ما بفرسته ما میریم پی کار، یا اینکه اون وقت من مجبورم ببندمت بندازمت پلو سهیل، یعنی جسد سهیل، اون وقت تا زمانی که پدر مادرت و پلیس از راه برسن چند تا سکته عمیق زدی. من فکرامو همون موقعی که از تهرون راه افتادم کردم. من بهت باج نمیدم مفخور. ببین این داستانی که تو نوشتی پایان خوبی نداره ها، من قلاب انداختم تو هم گازش زدی. تو میخواستی گازش نزنی. رسم ماهیگیری همینه، نه صیاد گله داره نه ماهی. ببین من دلم برای زن و بچه‌م خیلی تنگ شده، تو که طرفدار کانون گرم خانواده ای نباید که کارشکنی بکنی که اصافت بی همه چیز. میکشمت. چی کار میکنی؟ تکون بخوری گردنت هم چی میبرم که از کلوفی گردن خم نیم ساعت به خودت دیکته بگی. فهمیدی؟ تو کی هستی؟ من شوارشم. ببین اگه میخوای خودت سیاه کنی بهتره بری بینو آفتاب بگیری. این عجوزه هزار داماد گفتی؟ بگو مو میکشی؟ آره مو میکشی؟ آره بکنم بکنم اون تو بکو 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 تو بکو تو بکنم برم خب بایم بکنم بایم دو سه فرود! بیاورون صدا تو! بیاورون صدا تو! چی شده؟ تو دیگه کی هستی؟ شناس همه با خودم نمیردن. همینجا میمونین تکونم نمیخوریم تا من و زنم از اینجا خارج شیم. فهمیدی؟ زنه؟ خسته نباشید. قربان شما. خوبی سلامتی؟ قربانت برم. ما تازه عرا رسیدیم، خسته خسته داریم میمیریم. جا داری به ما بدی بخوابیم یا نه؟ تازه عروسی کردیم. بله اومدیم معسر. خوش اومدین. بفرمایید. نوکرتم. قدمتون رو چه شما؟ بفرمایید. چرا اینقدر همینجا سیاه؟ پس چرا من نمیمیرم؟ پول پیتزا ندارم، سیش البسه میارم. ببین چه تیپی زدم، نگاه کن فقط. بوه؟ سلام جمو. نوکرم. خدا وکیلی تیپ حال میکنی؟ گلفتی از تن مانکن کندم آوردم. خیلی خجیرم آیا. تیری دربند اومدی همو. ببینم. اونجا پیرمرد با حالی مثل من پیدا میشه عمرت. خب حالا این خرت و پرتا رو بردار تو، میخوام یه حالی با هم بکنیم. نوکرت هم هستم. بیا فقط اینا رو واسه خودتون گرفتم که همینجوری به خانوادگی بزنیم به بدن حالش رو ببرین. دست در نکنه. یالله بفرما. حلالزاده اومد. عروس خانم گرفتی خوابیدی؟
پاش ببین شوهره چه تیپی زده برات. کمربند رو ببین. به میار حرف نداره. نوکرم. حالت چطوره؟ خوبه. خوبی؟ خسته نباشی. سلامت باشی. حسابی زحمت کشیدی. کاری نگردم. میگم حالا که حالت خوب شده پاشی دوشی هم بگی یواش یواش راه بیفتیم ها. کجا؟ مگه نومه ما اصل. آره. خب خانه بشی تهران چکار دم دود تهران میشی چکار اونی؟ تهران کجا بود مادر؟ ما از این ور شمال میخوایم بزنیم بریم اون ور شمال. اصلا رو که همه یه جا نمیشه خود. منبر باید بزنیم تو را. کار داریم. یا نمال توه. من میرم با عمو بیرون یه دودی بگیرم. اگه خواستی تام بیه هوایی بخور. بعد نی. وایزه. به سلامت. دو دستی بچه اسمون آدم شناسم. این شوهر نیه. فرشته. بدم بذار یه پک بزنیم این نوار حلیمه رو نداری؟ یه چیز دیگه تر خاندانا لنگرود بو ایسم لیلی کو دیاره خانه یه همسایه نقش و نگاره نبیا. اما آخ هم باشم راش هم باشم راش با مام تا لنگرود می تاله برگشت آه با مام تا لنگرود می تاله برگشت بکر برزهی بکر برزهی تی شو شکل اناره بکر برزهی بکر برزهی تی شو شکل اناره دعا بکن تی صاحب یار بگیره یار بگیره تی شاخانه گل تلا بگیره اما خم باشم رش خم باشم رش با مام تا لنگرود می تاله برگشت با مام تا لنگ رود میتانه برگشت. دمت گرم بابا دمت گرم. چطوری؟ تو چرا حالیت نمیشه؟ دختره شوهر داره. اینم شاهد زنده. تو به این میگی شاهد زنده؟ خودتو به خریت نزن بهروز. چرا نمیخوای بفهمی؟ بابا یارو شوهر داره. اگه شکایت بکنم به جرم آدم ربایی یا اشغال خونه مردم و حد که حرمت چوب تو آستینمون میکنن ها. ببین تو چوب تو آستینت باشه و نباشه هیچ فرقی نمیکنی. مترسکی. منتها مترسک چهار تا دونه کلاغ و گنجشک و پر میده. تو اینم ازت بر نمیاد. نترس سیما هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من طرفمو میشناسم. من میرم تهران. میای یا نه؟ من تا از سودابه چراغ سبز نگیرم از اینجا تکون نمیخورم. تو هم میخوای بری برو هری. این جنازه رو با خودت ببر دوا درمونش کن. برو. پاشو سوهل. پاشو. بجون پسر. پاشو. اگه گیر افتادین پای ما رو وسط نمیکشین. ببین گیرم که پلیس منو گرفت. نمیاد به من بگه آخه مرتی که این گنگستر بود تو انتخاب کردی. خیالت جمع برای حفظ آبروی خودم که شده اسم تو یکیو نمیارم. اینم بگی تو را گشنت نشه. من این لباس اوزگلیا نمیپوشم. یعنی چی؟ یعنی ما اوزگل کردیم لباس پوشیدنم بلد نیستیم آره؟ دقیقاً. خیلی بیمرامی. این همه با شغزاق برو واسه لباس بخر. اینجوری جواب آدمو میده. ببینم اصلا چرا تو دست از سر من بر نمیداری؟ عرصه تموم شد تو هم نقش تو خوب بازی کردی. بابام که به اوسکار داد. دیگه چه میخوای؟ ببین من تو رو تحویل ندادم این برگه رو باطل نکنم که ولکن دیسم. حالا ایته؟ چرا این همه رو بری تهران؟ همینجا بدو من واسه باطلش کنم. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. بعد از همین بابا چلو این پریمتیر زنم میخوای آبرو ما رو ببری آره؟ باری کلا از این چیزام حالیته؟ حال حالیمه. حالیم نبود که الان اینجا نبودم. حال روز تو هم الان این نبود. اینقدر علف خوردن توپه توپم. کاش که من میتونستم به تو حالی کنم که دردم چیه. کجا میری؟
بعد تو میدونی چیه؟ میدونی مشکل چیه؟ مشکل تو خودخواهیه. فاز بالا میپری، خودتو دست بالا میگیری، مارم دست میندازی که چی؟ که نمیخوای از این عشق کاغذیت بگذری. تو یکی از کاغذ حرف نزن که بعد جور میشه اسکناس شرمنده شدی. اون پولا همچی شد و گوشتو پر کرد که دیگه نه منو میبینی نه صدامو میشنوی. حالا ان شاءالله پولدار شدیم، پولامونو خرج کردیم، یه سمن که میخریم که صداتونو بشنوی. چرا نمیفهمی بابا؟ من قلبم شکسته. تو اگه راست میگی کمکو خودمو خالی کنم، بعد هر جا بری منم باهات میام. مثل که راستاسی میخوای این یارو رو بکشی؟ نه نه، میخوام خوردش کنم. پول پیتزا ندارم، سید سموسه میارم، اگه اون مهندس منم پی اچ دی میگیرم، منم خارجی بلدم. لیسن حلیمه، اوی اوی حلیمه، مای لاف حلیمه، هانی حلیمه، بیبه حلیمه. میشه ساکت چی؟ باشی؟ دارم فکر میکنم. خب فکر کن. میخوام آرامش داشته باشم، اینم جرمه؟ هر کاری دلت میخواد بکن، فقط من حوصله دردسر ندارم. چه دلت واسه مامان پاپات تنگ شده؟ خب یه تلیفی چیزی بده ما بهشون زنگ بزنیم، من نگرانی دران. قصه نخور، مژدگانی شما محفوظه. بیچاره. خیالی نیست. با ما رو دست بندار. بهت یاد دادن اول بعد بخوان ما تعارف کنی؟ آره بابا، من از این تریپای سوسولپاسی خوشم نمیاد. از این تریپای فرس لیدی و خالی بندی و اینجا چیزا خوشم نمیاد. عروسی من عیاروار از آب در نمیاد. مالیت آدانس میخوای بسی بچه آدم که آدانس میخوای ما میگیم بفرما. نمیخواد. سیگارات چی شد؟ دادی عمو بهروز به عشق دود کنه هوا ها؟ بیچاره پیره مرده میگفتش که میخواستی با این زغاله چشاشو کور کنی. آره؟ خوب کردم. دیدی مادام کوری برداشته بودی؟ از بس هیز بود. مرد که عوضی آخر عمری خیال کرده بود واسه وسط آسمون افتادم تو جاده. با چشاش درسته داشت منو میخورد. جون ما؟ شانس آوردی نخوردت تا. البته اون شانس آورد تو رو نخورد. اگه نه با این بشکه 200 پرمنگنات هم نمیتونست تو رو بالا بیاره. شیش و مات خب این از این حالا یه دست تفریح سر یه دست کشتلوار حسابی میزنیم. بفرما آقا. من چند دفعه بگم من شطرنج بلد نیستم، شما تا این 15 میلیون رو پس نگیری ولکن نیستی. 20 میلیون هم روش میگیرم تا دیگه برادرزاده به من غالب نکنی. باشه باشه باشه. شمسی جان یه چایی با هم بده ببینیم. ببینیم بترکی مرد، تا حالا 20 قوری چایی خوردی؟ یه دفعه بیا تو آشپزخونه بازی کن، خیال ما رو راحت کن دیگه. بابا آقا دستشویی ببرم. اما دستشوی ما مثل زندان آلکاتزار راه فرار نداره. برم ببرم. مامان زنگ میخوره ولی بهروز بیشرف گوشی رو برمیداره. اینقدر موبایلش رو بگیر تا سیما برداره. نصرت باش بیا بره این مرتیکر از خونه زندگیمون بیرونش کن. بذار دختر سر عقل بیاد، من این از کره زمین بیرونش میکنم. من میخوام واسه بابا ننم یه سوغاتی چیزی بخرم. تو واسه مامان پاپا چیزی نمیخوای؟ یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوای. مسخره. حالا زردک میخوای؟ ما هیچ وقت از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوریم.
لای درمون هی جیغ می‌زدم سلام علیکم چی شد عزیزم؟ خانم جون تو رو خدا نجاتم بده پسرمون به زور میخواد منو ببره تهران عقدم کنه خب خره برو این روزا که شوهر پیدا نمیشه خانم کتک میزنه از صبح تا شب یا اون میزنه یا بابا تو رو خدا وایس خبرت میکنه بگونم بگونم چی میگه پسرمون میخواد زوری ببرتم تهران عقدم کنه هرچه نمیره پس خره خشنه بفرما بعد به ما میگن چرا فریب میخورین چرا فرار میکنین بچه بسیده نکنه کلک بشه نه بابا ایوونکی به من میگه خانوم بچه سوار شید سوار شید بدید اصلا اون ذات پدر سوختت کنن خانم خوش اومدی خوب تهکاسی زدم برات هر چه که دوست داشته باشی ببرمت خانم اسم واقعی بودم بچه ها تو زیاد محبت کرد بکر شوهرتی ببینی قند تو دل داب میشه چرا بند خدا رو دنبال خودتی کشی میاری؟ حاج آقا برای چی کتک میزنه؟ نزنه خوبه که دروغم بلد نیستی موفق باشی از دست صاف صادقم چطوری؟ برو سوار شو مورد شیرون چشاتو ببره برو سوار شو قهری؟ تو چی؟ ببین فقط دلم میخواد یک کلام دیگه حرف بزنی با همین ماشین میفرستم از تای دره حالیته؟ آرو پنچر شدیم؟ پس برای همین عصبانی بودی هر چه قیافه بگیری باز من حرف دارم الان بهت میگم زن رو چجوری ادب میکنم ایکن بینیم بابا ببینم تو پاسکا جلوی این آجانا چی بلبلی میکردی؟ سیخ داغ بهت میچسبونم ها تا صبح با ترکه میزنم تو اتاق حبست میکنم ها ببین تو هم بهروز بی غیرت رو به زانو در نیارم و از همینه تو پلد میکنی؟ تو بی جا میکنی؟ تو آی کجا؟ کجا؟ کجا در میری؟ حالا جرأت داری برگرد میدونستم این گربه بی چشمه روی برا پرو دخ ای پاپ سیما جون آدره چی شده آخه پاد له شده به جمون جکو برده بزن زیر ماشین داره پام نمیشه چیزی نشده پاد سلام خودش یه چیزی بشه ببین الان میخوام احساس واقعیمو بهت بگم چی باقی بکنی
منو میزنی؟ چرا زدی منو؟ بس بارو چی میزنی بابا؟ یک کمت از زیر ماشین بابا لهم کردی آدم شدی؟ بابا مال سی و بین یک کمت رو بزن زیر ماشین پاهم لشون کجا داره میری؟ میرم به کاران برسم سی و به بلای علی ازت شکایت میکنم من نو خروجت میکنم میدم حکم عدم تمکین برات بگیرم غلط کردی عبزت میکنم سی و سوهی دختره سیما دور بزن برای دور بزن برای چی؟ دور بزن تا بهت بگم کردم وجدانم راضی نشد جک کجاست؟ تو این وجدانم داری؟ همون زیر ورش دار میدونه کجاست؟ نه بیایی میلنم بگی خیلی درد میکنه یکم خوابش برده چیزی نی رو دروازی نکنه اگه خیلی درد داره گریه کن به کسی نمیگم فقط چند تا بلای کوچیک سرت آوردم. زله شدی میخوای سر به تن من نباشه. درسته؟ کاملا درسته. خب پس چطور انتظار داری با اون همه بلایی که اون کسافت سرم آورده مثل گوسفند دنبالت راه بیافتم بیام تهران؟ ببین بیخود باس من این نن من قریبا بازی‌ها رو در نره. دو را بیشتر نداری. یا بقیه این را رو پیاده گز می‌کنی میری تهران یا چی؟ من آلزایمر می‌گیرم، همه چی هم فراموش می‌کنم، شوهر قبلیت هم به درک، با میشی با من میای میری تهران. آره یا نه؟ فکرتو بکن. دیدی چی شو؟ 4-5 کیلو کنگل خریدم خونتون جا گذاشتم میترسم این بهروز الان برداره بخوره لنگر بندازه تلپ کنه دیگه نتونیم بلندش کنیم بریم بندازیم بیرون میدونستم برمیگه حسی از شعر و ترانه با شکویی شایانه منو برده تا ستاره چه قشنگ این شبانه از همه دار و ندارم زخمه های سازو دارم هر کتابی رو میخونم رو سرم گشتو میارم کی میگه عشق تو کتابه عاشقانه مثل رویا مال خوابه تو کدوم کتاب و خوندی که چشات مثل سرابه
سرشته تو ببین منو عزیزم، هیچ کتابی ننوشت. الو الو سودا بجو، گوشی آورده بنه. الو ای جان. سلام سودا بجو، حالت خوبه؟ خیلی خوب خیلی خوب، اینجور صحبت نکن، حوصله ندارم. سودا بجو واس بنه من شومویم واسا. سودا بجو تو هم اختیار دارمی، هم سرورمی، هم تاج سرمی. آخه من تو نه به عظمت ول کنم برمی دوپاره استخونه بیره. من گوسفندم. بس کن، یه طویله خرم کردی کافیه. ای الهی فدات شم. نگو نگو. اون دختره ایکبیری چی شد؟ بابا پشت سر مرده حرف نز خونی. تو یه شی دیگه برم عزیزم. والا این دختره خرفول بی. گفتم هزینه سالگرد ازدواجمون رو برای ترکیه جور کنه. عزیزم ورای شکمه تو من باید برم وام بره، منی چنی خرج داره؟ حالا من شکمم صابون بزنم یا نه؟ تا استانبول میریم بقیهشم خواهم یه کاری برات میکنه. بیا اینو داشته باش. میز و بچینی آماهه. قربونت برم، خداحافظ. خدایا ببین ما گیره کی افتاده. فعلا که گیر ما افتادی. خیلی طلب کردی، کنگر خوردی لنگر انداختی. آره باش ببینیم بابا. باز که تویی که باز چیه بالا میشیم اینجا. باش تا وسط کفتون دفته نچیدن بزن بچک کنیم بابا. باش ببینیم شما دازره زن نزن ببینم. مثل که خیلی از حول علیم افتادی تو دید. اگه راست میگی بنده انحصار وراثت تو رو کار اصلا واس بنه. تو شیموی باز من با این زلفه از مجه خودت سیر آبی این نزم بیرون ها. حیوان مگه نشنیده چی گفت؟ بفرما اینه من انصار وراست. پس با ورسه اومدی ازم به چک چمدون واسه من انداخته برده فکر سیزده به دره. این گفت یه دفعه مامان پاپا تا می اومدن مثلا فکرش کنم پایین ها. چکام کنی؟ کجا؟ بایست بدکاری تو صاف کن، بوجه جیبت که نمیرسد، بوجه شعورت استفاده کن. معذرت خواهی کن. یالا بگم غلط کردم کافیه یا سالادشو بیشتر کنم؟ امیر ولش کن بذار بره. تو دیگه چه کرمی هستی؟ نوعش فرقی نمیکنه. بری بابا بده من. امیر این سویچ ماشین مامان منه. خوشتی سویچ رد کن بیاد بینی بجو. من تا حالا پیاده نرفتم، از این به بعدشم نمیرم. بالاخره یکی واسه من سوار کن. بله بیاد ببینیم بابا یکی هم هست ما پیادت بکنه. خوش اومدی خط 11. خوش اومد بیرونش کردم. پا تا سالمه ازش استفاده کن. اب پیاده رو برو نامه بنویس. نمیدونم من چجوری عاشق یه همچین مردی شدم. بالاخره بعضی موقع تنهایی این بلا رو سر آدم میاره. اگه موافقی جمع کنیم راه بیافتیم. من خیلی خستم. خب اشکالی نداره تو ماشین میگیری میخوابی دیگه. ببینم حوصله داری هیزم جمع کنی؟ میخوام شامینه روشن کنم. اه آره ببینم حوصله داری غذای خوشمزه درست کنی، اصلا بلدی درست کنی. یه تبت گفتم شیما میگهش تو کتاباست. ایوا یادم. نظرت چیه؟ نظر من؟ نظر من حله، مشکلی نیست. میریم تو کتاب. الو شیما تویی؟ خب ما هم مردیم و زنده شدیم. ما فردا را میافتیم. نه بابا یه هفته دیگه اینجا این. خب به خاطر اینکه ما تازه ماه عسلمون شروع شده. افتاد؟ اینو
میگن زندگی. مامان عروس دریا، مرغ ماهی خواه، سگ بالدار. حسی از شعر و ترانه